الان 9 ساله که مادرم رو ندیدم. من عادت کردم که بدون مادر بزرگ بشم، ولی زندگی بعضی وقتا سخته. برای اینکه یه چیزایی که مادر وقتی یه دختر بزرگ میشه باید یاد بده، من خودم باید یاد میگرفتم، برای اینکه مادر نداشتم دیگه. دخترها همین جوری میگم آرایش میکنن، پریود میشن، اینجور چیزا، بعدش من اینا رو خودم یاد گرفتم. این برای من یه خورده سخت بود، برای اینکه بعضی وقتا عصبانی میشدم، به مادرم فکر میکنم، ولی اون نیست که همیشه مثلا نگران باشم بگم آیا امروز زنده است یا نه، برای اینکه میدونم که مادرم نمیخواد من به اینجور چیزا زندگی کنم. زندگی این شکلیه دیگه، انتخاب خودشه. من به انتخاب مادرم احترام میذارم. از مادر چه چیزی یاد گرفته به عنوان زنی که سالهای زیادی در زندان سپری کرده؟ من قبل از 9 سالگی چیزی یادم نمیاد، ولی اگه یه چیزی به من یاد داده، حتی مگه زندان باشه، اونی که همیشه باید آدم برای حقش، آزادی، همیشه آدم باید مبارزه کنه. ما ایرانی هستیم، ما از خاورمیانه میایم، باید از مردم این است خواهرمون باید و خواهم و بقادرمون دفاع کنیم. مادر ما اینا به ما یاد. خانم محمدی در زندان برنده جایزه نوبل صلح شدن. فکر میکنی این جایزه چقدر کمک میکنه که آزادی اون رو به زودی ببینید؟ مادرم بعد از جایزه روحیش بهتر شد، ولی خودش سخت‌تر شد. برای اینکه جمهوری اسلامی امتحان میکنن که بیشتر مادرم رو به سکوت برسونن. وضعیت مادرم بهتر نشده متاسفانه. کیانا، حضور مادر در زندان باعث شد که تو و علی هم بیشتر در رسانه‌ها باشید. آره، ما نباید صحبت کنیم، مادرمون باید صحبت کنه. این ما رو خوشحال نمی‌کنه، ما رو یه خورده غمگین می‌کنه. ما امتحان کردیم که کنیم مامان اگه بود چی میگفت که مثل همونو بگیم، ولی خب ما مادرمون نیستیم دیگه. جمهوری اسلامی مادرمو آزاد نکرد که بیاد نوبلو بگیره، یه توهین به آزادیه. کیانا یه ذره شبیه من نیستش، اما من فکر میکنم این کار ما هستش، ما باید این کار رو انجام بدیم. چیه ما هستش واقعیت، چجوری میگیم، مسئولیت ما، واقعیت مسئولیت ما هستش. ما این روش شانس داریم که صدامون میتونه به رسانه‌های دنیا برسه. چقدر امید داری که مادر از زندان بیاد بیرون و ببینیش؟ من زیاد امید ندارم که مادرم از زندان بیاد، ولی دلم میخواد، برای اینکه فکر کنم الان وضعیت سخت‌تر میشه. ولی خب میدونین ما نباید زیاد نمیدونم ببخشید کلمه یه خوشگل‌تری بگم، ما زیاد حق نداریم قور بزنیم، برای اینکه خب بعضی از آدم‌ها وضعیتشون از ما خیلی بدتره. مادرم ما نمیتونن اینقدر آسون. میتونی واقعیتو بگی؟ نمیتونن مادرم رو بکشن. ببخشید من ایرانی، بده. این نامه‌ای که مادرم من همین امروز نوشته، گفتش که فقط برای من و کیانا نبود، برای همه مادرای ایران و توی خاورمیانه بود. میدونین ما از یه جایی میایم که آزادی سخته و جنگ هر روز هستش.